جمع بکنیم و همچنان دو آیتم آخر هم میخوایم با همدیگه رسامی یاد بگیریم. بله، امروز میخوایم راجع به شگفتی های مغز ما صحبت کنیم. مغز یک عضو بسیار مهمی در بدن ما وجود داره. بله. که اگه حساب کنیم پیش ما یا فکر کنیم، مغز بیشترین فعالیت در بدن هم انجام میده. بله، خب بالاخره حتی مثلا اگه ما درسش هم نخونده باشیم یا سن کمی داشته باشیم، حالا هر سنی، مثلا 6 ساله، 7 ساله، هر سنی اگه باشیم بیولوژی نخونده باشیم، باز هم اینو شنیدیم، کارتون‌های دیدیم، مستندهای دیدیم، حتی از پدرجون و مادرجون شنیدیم یا حتی از استادهای زحمتکش ما اینو شنیدیم که برای ما گفتن مغز میتونه یک عضو بسیار مهمی در بدن باشه، چون مغز که هست مثلا تمام کار رو انجام میده. یک چیزی که اگر در ذهن ما باشه، مثلا البته باب شوخی اگر بگویم، مثلا یک نفر بعضی کار عجیب غریب که انجام میده برش میگیم که مثلا مغز کلی ازی وجود نداره، چون این چیزی ما با خود ما همیشه میگیم و مثلا شوخی میکنه. پس در اون صورت اگر ما بخوایم مثلا در واقعیت ایره بگویم، معلوم میشه که زمانی که ما در زندگی ما مثلا دهم بدن ما اگر مغز نباشه، ما نمیتونیم دست خود به این صورت تکان بدیم، ما نمیتونیم حتی صحبت بکنیم. پس تمام یا تک تک کارهایی که ما انجام میدیم، چه دست خود بالا میکنیم، چه میتونیم گپ بزنیم، هر کاری که ما انجام میدیم، حتی پلک میزنیم، هر کاری انجام میدیم توسط مغز ما کنترل میشه. پس میتونه مغز جزء مهمترین عضو بدن ما باشه. بله، یعنی که در کل مغز فعالترین عضو بدن ما است. بله، هر کاری را که انجام میتیم مغز ما 100% دو سهم داره. بله. همون رقم که گفتی، حتی پلک زدن ما وقتی که پلک میزنیم، او دستور مغز ما هست که میگه همین لحظه باید پلک بزنیم. بله، اگر تصور کنیم هر جایی که ما زندگی میکنیم، یک شخصی، حالا مثلا هم در همین جایی که ما زندگی میکنیم، یک شخصی وجود داره که حرف اول و آخر او میزنه. یعنی او دستور میده برای ما که چه کاری انجام میدیم، برای ما دستور میده که این کار انجام بده، دستور میده ایره مثلا جمع کو رو جمع کو. از او خاطر است که ما میفهمیم چه کاری رو باید انجام بدیم. و عضو یا اعضای بدن ما چیزی که یا این شخصی که میگیم بر ما دستور میده، اون مغز هست. یعنی مغز دستور میده برای دست ما که حالا مثلا باید دست خود بالا بکنه، یا مثلا دستور میده که خون مثلا در چنین جاهایی بره. این دستور برای ما مغز میده، پس میتونه که مغز کارهای بسیار مهمی انجام بده. پس بتونیم دوستای خوبم، این نعمت بزرگی که خداوند مهربان، خداوند نهایت نهایت بزرگ و مهربان برای ما داده، چرا از این نعمت خوب استفاده بکنیم؟ قبل از اینکه اینو بدانیم که چرا خمجی استفاده بکنیم یا اصلا ازش خوب استفاده بکنیم، از این عضو بسیار مهم، باید در موردش بدانیم. یعنی بدانیم که چه کارهایی انجام میده، چه عملکردهایی داره، چه فعالیت‌هایی انجام میده، تا اینکه ما هم بتونیم بیشتر معلومات جمع کنیم و بتونیم از این عضو مهمی که گفتیم دستور میده چه کارهایی انجام میده و حتی بدن ما سالم بمونه، بالاخره باید در موردش بیشتر بدانیم تا بتونیم بسیار خوب ازش نگهداری بکنیم، از این نعمت بسیار بزرگ. بله، چون که ما گفتیم وقتی می‌خوایم راجع به چیز بفهمیم، باید درست راجبش تحقیق کنیم. حتی خیلی دوستای خردترک ما هم میفهمن. بله. که مغز چی عضوی در بدن هست و چی کارهایی را انجام میده. بله. ولی ما امروز معلومات بیشتر راجب مغز براتون میدیم. بله، البته مسئله که بسیار ساده هست و میتونیم تمام او را بدانیم. اولی را اگر بگوییم این هست که خود مغز درد را احساس نمی کند. دوستای خوبه، ما براتون گفتیم که مغز همه کار انجام میده. مثلا در مغز یک چیزی وجود داره به نام گیرنده های درد. گیرنده های درد ما چیزایی را میگیم که اگر زمانی مثلا دست ما در جای اصابت کرد و اون لحظه درد میگیره، این گیرنده های درد از طریق مغز میتونیم بگیم که فعال میشه و یک جایی که مثلا در یک جای خراشیده شده یا مثلا در یک جای خورده، باعث میشه که اونجا درد بگیره. اینو ما میگیم گیرنده های درد. یا میتونه که اون لحظه تشخیص بده که بدن ما درد ایجاد شده. دقیقاً، و این کارو مغز انجام میده. اما اینو که گفتیم گیرنده های درد داره و میتونه تشخیص بده و فعال میشه، اما خود مغز اصلا احساس درد نمیکنه. شاید مثلا بسیار اوقات ما خودمون رو تجربه کرده باشیم، حالا اگر روزی خدای نکره مریض شده باشیم یا اینکه مثلا مریض باشیم، مثلا سردرد میگیریم، زیاد کار بکنیم سردرد میگیریم. بعضی ها فکر میکنیم که این مغزی که در سر ما وجود داره، در کاسه سر ما، فکر میکنیم که این مغز ما درد گرفته، اما این تصور اشتباه است. عضلاتی که در سر ما وجود داره و استخوان‌هایی که در سر ما وجود داره، این باعث میشه که درد بگیره و ما فکر میکنیم که مغز ما درد گرفته. پس یکی از نکته‌های جالبی که ما میتونیم یاد بگیریم این هست که خود مغز درد احساس نمیکنه. بله، پس ما گفتیم که مغز هیچ وقت درد را احساس نمی کنه. بله. و بعضی وقتا که درد سر ما وجود داره، و از قسمت‌ها یا ناحیه دیگه سر ما است، از مغز ما نیست. بله. یکی دیگه ای که ما میگیم مغز حریص است. هیچ رقمی اگه تا دقت کرده باشین یا در جای خوانده باشین، بله، بیشتری از قسمت بدن ما را
مغز تشکیل نمیده. یعنی چه رقمی وزن بدن ما را مغز تشکیل نمیده؟ بله. خیلی از وزن کم بدن ما را مغز تشکیل میده، اما بیشترین خونی که از قلب ما پمپ میشه میره، یعنی مصرف مغز ما میشه، مغز ما او را استفاده میکنه. بله. اگر به صورت مثلا عددی بگویم حدود 3% از وزن بدن ما را مغز تشکیل میده، که اگر ما 100% در نظر بگیریم و بعدش 3% در نظر بگیریم خیلی کم میشه. خیلی کم است. 100 سعی کنیم 3 سعی کنیم، خیلی کم است 3%. اما اگر بازم در حدود مثلا عدد بگویم که 30% از خونی که قلب ما پمپاژ میکنه را دریافت میکنه و این برام نشون میده که این مغز، این عضو بدنی که گفتیم بسیار مهم است، نسبت به بقیه اعضای بدن ما میتونه که کارهای مهمتری داشته باشه و انرژی بیشتری را میخواد. بله. و گپ دیگه ایست که بعضی وقتا فکر میکنیم، میگیم که اگه از قسمت های دیگه مغز ما استفاده کنیم خوبتر میشه، یکی از کل مغز ما استفاده کنیم خوبتر میشه، ولی این گپ کاملا اشتباه است. ما هر کاری که انجام میتیم همه مغز ما او کار انجام میده. یعنی اینکه با تمام مغز ما با او فکر میکنیم و او را انجام میده. بله. یا اگر به رقم دیگه بگویم که بیشتر مغز دائما در حال کار کردن هست. حتی زمانی که مثلا ما فکر کنیم ناراحت هستیم، میگیم خب بالاخره ما ناراحت هستیم دیگه، مغز ما ناراحت است، فعلا کاری نمیکنن چون ما به چیزی فکر نمیکنیم، حتی اون وقت هم مغز ما کار میکنه. یا حتی زمانی که خواب هستیم، ما در تصور هستیم که خب ما میخوابیم دیگه، چشم خود میبندیم و اون زمانی هست که همه جا خاموش میشه، اما اون وقت است که مغز بیشتر کار میکنه. بله. و تمرکز بیشتر روی تمام اعضای بدن، مثلا دست ما، روی نفس کشیدن ما، روی تک تک کارهایی که در خواب قرار است انجام بده اعضای بدن ما، مغز میتونه که عملکرد خوبی داشته باشه و تمرکز بکنه. و حتی گفته میتونیم وقتی که ما خواب هستیم و خواب میبینیم، او کار مغز دو برابر میشه. بله. و مغز بیشتر فعالیت میکنه تا که ما بتونیم یک خواب ببینیم. بله. دوستای خوبه، این سه تا توجیه که برای شما دادیم، یه سه تا شگفتی که برای شما گفتیم، میتونه جالب باشه، چون که خب بالاخره در مورد مغز شاید به شری از من فقط در همین حد بدونیم که یک عضو بسیار مهمی هست، اما یکی را بدونیم که مغز درد احساس نمیکنه جالب هست، چون به شری اوقات مثلا سرمو که درد میکنه میگیم که مثلا مغز ما از کاسه سرمو جدا میشه و بیشتری فکر میکنن که مغزشان درد میکنه. بله. اما این تصور اشتباه هست. چیز علمیش اگر ما باید بدونیم که بسیار هم مهم هست که باید بدونیم، چون زمانی هست که این فری را میگه و ما به عنوان کسی که ایران میدونیم، زمانی که بگویه نفر میگه به به، عجب دختر یا پسر فهمیده ای که اینا میفهمه. و همچنان موضوعات دیگه که برای شما گفتیم که بعضی ما تصور اشتباهی میکنیم که در خواب ممکن است که مغز ما هم خاموش باشه یا استراحت بکنه. درست است که نکنه. بله، درست است که مثلا کارهایی که ما انجام میدیم، مثلا دست ما رو تکان میدیم یا هر کار دیگه، فعالیتی که روزانه انجام میدادیم، اما باز هم میتونه که کارش در خواب بیشتر باشه، چون که تمرکز بیشتری روی کارهای دیگه داره. بله. پس ما تو این قسمت خیلی معلومات زیادی راجع به مغز فهمیدیم. بله. ولی ادامه معلومات ما را بعد از میان برنامه کوتاهی براتون خواهد گفتیم. دوستای نازنینم، در مورد مغز با هم دیگه می‌خواستیم معلومات جمع بکنیم که جزء شگفتی‌های آفرینش و نعمت‌های بزرگ خداوند بود، که بیشتر موضوعات با هم دیگه فهمیدیم و دوباره می‌پردازیم به ادامه صحبت‌های ما. یکی از موضوعاتی که جالب هست این است که در مغز ما سلول‌های عصبی وجود داره، و سلول‌های عصبی ما چی را می‌گیم؟ سلول‌هایی را می‌گیم که هر حرکتی که ما انجام می‌دیم، مثلا از احساسات باشه یا هر حرکتی، هر کدام از این سلول‌های عصبی از اونها به وجود میاد و باعث میشه که ما اون کارو انجام بدیم. اما چیزی که اینجا مهم هست این هست که شاید بعضی از ما فکر کنیم که زمانی که روز بر روز کلان میشیم، بخصوص مثلا بزرگسالان، این سلول های عصبی را ندارن، چون بالاخره میدونیم مثلا هر چقدر که ما کلان میشیم بالاخره قد ما مثلا بلند نمیشه تا یک سنی را، یا مثلا به سری از اعضای بدن ما دیگه رشد نمیکنن، اما مغز بزرگسالان هم هنوز هم سلول های عصبی جدید را میسازن. چرا؟ چون که بالاخره خب اگر ما بخوایم بعضی از حرکات عصبی بگوییم، حتی همین احساسات که جزء اعصاب ما میشه، در این صورت ممکن است که مثلا منجا استرس بگیریم یا مثلا ناراحت شیم، خوشحال شیم، پس در اون صورت، چون که مثلا ممکن است که موارد زیادی باشه، در اون صورت سلول های عصبی زیادی مغز ما نیاز داره که بسازن. بله. پس ما گفتم میتونیم هر چقدر که سن ما بازم بالاتر بره، ولی مغز ما همون فعالیت های قدیمی خود را دوباره انجام میده. بله. که اینم باید بگویم که زمانی که ما تازه به دنیا میایم یا تولد میشیم، مغز ما شروع میکنه سلول های عصبی را بسازه، چون هر حرکتی که انجام میدیم باعث میشه که یک سلول عصبی جدید به وجود بیاید. بله. و گپ دیگه ای است که تاله شاید فکر کرده باشیم و مطمئن هستم که فهمیدیم. وقتی که ما کودکا بیشتر در حال یستیم که بیشتر ساتیری میکنیم، یعنی فعالیت جسمانی ما از بزرگترها بیشتر است، همون
رقم انرژی مغز به ما یعنی بیشتر مصرف میشه. زمانی که با کودک هستیم انرژی مغز به ما خیلی بیشتر مصرف میشه، اما با بزرگترا همون رقم که رشد جسمشان زیادتر میشه مغزشان کم کم بله. یا اگر بخوایم که بله، یا اگر بخوایم بگوییم یه رقم دیگه، نیمی از انرژی ما کودکان میتونه برای مغز ما باشه، فعالیت های مغز ما، چون بالاخره ما در حال رشد هستیم، روز بر روز کلانتر میشیم، سن ما بالاتر میره، اینه که خود ما میفهمیم در صورت فعالیت های مغز ما زیاد میشه و مغز هم که نیاز به انرژی داره بالاخره دیگه، باید چون که کار بکنه و گفتیم که یک عضو بسیار مهم هم هست، پس در صورت این عضو مهم بالاخره انرژی بیشتر باید نیاز داشته باشه تا ما بتونیم که حال کودک هستیم روز بر روز هر سال بزرگتر میشیم بتونیم که انرژی بیشتره بتونیم که کسب بکنیم و مغز ما بتونه به خوبی عمل کرد یا فعالیت بکنه. بله، پس ما میفهمیم که وقتی خردتر هستیم مغز ما بیشتر فعالیت میکنه تا زمانی که بزرگتر میشیم. این که ما میفهمیم ورزش کردن بر علاوه ای که به جسم ما هم فایده داره، به ذهن ما یعنی به مغز ما هم خیلی فایده داره. یعنی که ما هر روزی که ورزش میکنیم سلول‌های مغز ما بازتر میشه، یعنی که میتونن بر بهبودش، بر یادگیریش، بر همه چیز بر مغز بسیار خوبتر باشه. یعنی که دوستای خوبه به همون اندازه‌ای که برای جسم ما مفید هست ورزش برای مغز ما میتونه مفید باشه، چون که مغز تمرکز زیادتری میکنه روی اون حرکاتی که ما میخوایم انجام بدیم. بالاخره ورزش‌ها یه سری حرکات خاصی داره، حالا مثلا ورزش هوازی بگیم یا ورزش مثلا فوتبال، والیبال یا بایسیکل رانی، هر ورزشی که بگیم حرکات خاصی خودش داره، هر ورزش ساده‌ای که باشه. در اون صورت مغز ما نیاز داره که سخت‌تر کار بکنه تا ما بتونیم این حرکاتی که برای عضلات ما مفید هست بتونه یاد بگیره و همچنین که در اون صورت مغز باید بیشتر تمرکز بکنه روی کارها. بله، پس ما فهمیدیم که شگفتی‌های مغز خیلی زیاد هست. از جمله‌ای که وقتی ما می‌خوابیم مغز ما بیشتر فعالیت می‌کنه، یعنی که فعالیتش دو برابر میشه. دیگه ای که مغز کودک‌ها بیشتر انرژی مصرف می‌کنه تا با بزرگترها و خیلی چیزهای دیگه ای. بله، و یکی از شگفتی‌های دیگه‌ای که از این مغز بگویم این هست که مناطق بینایی مغز پشت سر قرار دارن. یعنی چیزی که باعث میشه همین سلول‌هایی که باعث میشه ما ببینیم در پشت سر ما، یعنی که مثلا اینکه سر ما باشه در پشت سر ما تصور بکنیم در پشت سر ما قرار داره. و چیزی که جالب هست این است که مثلا مغز ما رو اگر تصور بکنیم سمت چپ و راست ما را، اینکه سمت چپ مغز ما که بعد دو دسته تقسیم میشه، اینا باید بگیم سمت چپ مغز ما قسمت بینایی سمت راست کنترل می‌کنه و همچنین که سمت راست قسمت سمت چپ بینایی ما رو کنترل میکنه و همچنین که برعکس کار خود انجام میدن. بله، و ما میتونیم بگیم که اگه ذهن ما را، مغز ما را، جسم ما را با زمان گذشته، یعنی با زمانی که پدرکلانای ما زندگی میکردن یا اجداد ما زندگی میکردن خیلی تغییر کرده. مثلا در زمانهای گذشته مغز اونا یعنی اندازش خیلی بیشتر کلانتر بوده، جسمشان بزرگتر بوده، ولی حاله هرچی به مرور زمان مغز ما اندازش کوچکتر شده میره، جسم ما هم اندازش کوچکتر شده میره. بله، و یک موضوع دیگه که جالب هستی است که دوستای خوبه ممکن است که بعضی اوقات دو نفر یک کار همزمان انجام میدن یا مثلا یک سم میخوانن یک متن همزمان با هم دیگه. مثلا زمانی که ما و غزل دون یک متن با هم دیگه همزمان شروع کنیم، متن مثلا کلماتش، حروفش، حتی مثلا اینکه هجاهاش اگر یک چیزی باشه، زمانی که ما همزمان بخونیم مغز هم اینو میتونه احساس بکنه و حتی امواج مغزی و ضربان قلبی که وجود داره اونها هم میتونه که هماهنگ باشن با هم دیگه. بله، یعنی که حتی مغزها هم میتونن با هم دیگه هماهنگ باشن در هر حالتی. بله دوستی خوبه، یک چیز دیگه جالب دیگه ای که هست ممکن است که برای بسیاری از ما سوال پیش اومده باشه. مثلا فرض کنیم که صحبت میکنیم حالا مثلا با دوست ما، شاید ما امروز شما گپ بزنم، یک دفعه در نصف گپ ما یاد ما میره، برمیگردیم میگیم چی گفتیم باز دوباره یاد ما میاد، یا شاید بعضی اوقات اصلا یاد ما نمیاد. و این برای ما نشون میده که اطلاعاتی که در مغز وجود داره فقط حدود نیم دقیقه، یعنی اطلاعاتی که میتونیم بگیم که بسیار کوتاه هست در مغز ما، وصل ما به اونو نیاز مثلا اجباری نداریم، خیلی نیاز مثلا که موقت هست. زمانی که موقتی باشه حدود نیم دقیقه در مغز ما نگهداری میشه و بعدش اونو از مغز ما پاک میشن. بله، و شاید ما شنیده باشیم که بعضی میگه که دیگه مغز ندارم، یعنی دیگه حوصله ندارم، یعنی مغز ما گنجایش نداره که حرفی که هست همه اونا در مغز ما جای بگیره. ولی گپ ما کاملا رد میکنیم، چون که مغز کاملا میتونیم بگیم که مثل یک فلش هست، هرچی داخلش بندازی پر نمیشه، البته فلش هم به همون اندازهش پر میشه، ولی مغز ما
هیچ عنوان پر نمیشه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که مغز ما دیگه جای نداره. هر اطلاعاتی که ما دریافت میکنیم در مغز ما جای داشتن نمیتونه. بله، بعضی کسا مغز مثلا مثال یا مشابه میزن و کمپیوتر، حتی کمپیوتر یا موبایلی که هست حافظه زیادی هم داشته باشه بازم پر میشه، اما مغز ما مثلا حافظش نامحدود هست و هر چقدر که اطلاعات یا هر چقدر که باشه داخلش جای میشه. پس در اون صورت این درسی که ما میخونیم تمامش در مغز ما ثبت میشه. دوست خوبه، پس ما هر چقدر که درس بخونیم بازم کم است. باید بیشتر بخونیم، بیشتر بخونیم، بیشتر بخونیم تا بتونیم که از مغز خود کار بکشیم، تا اینکه مثلا بتونیم کارهای بزرگتری انجام بدیم. اما یادمون نره که براتون گفتیم که مغزمون انرژی زیاد نیاز داره. اگر ما می‌خوایم که از مغزمون زیاد کار بگیریم باید انرژی زیادتری داشته باشه. بله، و یک گپ دیگه‌ای که ما می‌تونیم بگیم، بعضی مریض‌ها هستن که در قسمت مغزشون مشکل داره. بله، می‌تونیم بگیم که حتی اونا اگه نصف مغزشون رو هم جراحی کنن مشکلی پیدا میشه، ولی خیلی کمتر پیدا میشه. بله، دوست خوبم، امروز در مورد شگفتی یا آفرینش که موضوع ما مغزود برای شما معلومات دادیم، اما یادتون نره که در مورد این موضوعات که نعمت بزرگ خداوند هم که هست باید بیشتر مطالعه بکنیم. بله، و یادتون نره که با نصیب همراه باشین. ما و قدر جان از محضرتون خدافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدارتان. خدا حافظ.